به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. تحریم ها تونست بر بازار ارز هم عملا تحویل لایحه بودجه به مجلس در شرایط بحران اقتصادی. دخل و خرج های پیش بینی شده چه دردی را دوا می کند؟ در ادامه برنامه 9 کشته و دست کم 27 مصدوم در واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. دادستان تهران میگوید 2 نفر بازداشت شدند. بعضی هاشمی شاهرودی را فقیه نوگرا میدانستند، برخی متهم به نقض حقوق بشر. عملکرد یکی از روحانیون کلیدی بعد از انقلاب ایران چگونه بود؟ و مخالفت مدافعان طبیعت با فعالیت یک معدن در شاهرود ایران. معترضان میگویند طبیعت را تخریب کرده. سلام، شبتون بخیر. نگین شیراقایی هستم و من مجید افشار. بودجه جدید ایران در حالی به مجلس ارائه شده که اوضاع اقتصادی همچنان بحرانی است. بودجه دولت حسن روحانی بودجه انقباضی است. بودجه که احتمالاً نوشتنش در شرایط کنونی اقتصاد ایران کار آسانی نبوده. نه تضمینی برای درآمدهای دولت هست و نه به نظر میرسد قرار است مشکل خاصی را به طور مشخص برطرف کند. افزایش حقوق کارمندان 20% است، در حالی که پیش بینی تورم سال آینده بیش از این هاست. برخی کارشناسان میگویند منابع پیش بینی شده برای آموزش، رفاه و بهداشت یا رشدی کم داشتن یا متوقف شده، در حالی که به گفته همین کارشناسان هزینه های تصدیگری افزایش داشته. در کنار اینها بگذارید کاهش یارانه بگیرها را. آیا این بودجه میتواند مرهمی بر اقتصاد زخم خورده ایران باشد یا که در نهایت نمکی میشود بر زخم؟ در این باره بیشتر حرف میزنیم. اول گزارش از شهریار سیامی. بودجه رو من تقدیم مجلس شورای اسلامی این بودجه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به رئیس مجلس تحویل میداد، مبلغی دارد که خواندن آن ساده نیست. کل بودجه بیش از 1700 هزار میلیارد تومان است که شامل بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی هم می‌شود، رقمی که شاید کمتر شنیده باشید. اما آقای روحانی بخش بودجه دولتی را این چنین گفت: بودجه امسال در مجموع با 407 هزار میلیارد تومان، البته این بودجه رو ما دو سقفی کردیم، در سقف اولش 4700 هزار میلیارد تومان، در سقف دوم 2 تا 20 هزار میلیارد تومان دیگر خواهد بود. بودجه که البته اصلاح شده است، آن هم توسط رهبر ایران. ظاهرا آیت الله خامنه ای قبل از ارائه بودجه به مجلس آن را برای هماهنگ شدن با فشار تحریم ها تصحیح کرده است، احتمالاً در قسمت‌هایی کم شده. رئیس جمهور ایران این بودجه را ضد تورم می‌خواند. قیمت دلار در سال آینده برای همه کالاهای اساسی ما 4200 تومان خواهد بود. دولت تصمیم گرفته حقوق شاغلین، بازنشسته ها، مستمر بگیرها را سال آینده 20% افزایش بده. بانک مرکزی اما قیمت مؤثر ارز را 5800 تومان در نظر گرفته، هرچند در بازار آزاد دلار بین 10 تا 11 هزار تومان خرید فروش می شود. اگرچه دولت می گوید فقط 35% بودجه به درآمد نفتی وابسته است، ولی قیمت فروش نفت در این بودجه 54 دلار در نظر گرفته شده که همین حالا هم از قیمت جهانیان بیشتر است. با این یادآوری که به دلیل تحریم ها صادرات نفت ایران کاهش چشمگیری داشته. پارسال دولت با مشکلات بزرگ اقتصادی شامل افزایش قیمت ارز و تورم شدید روبرو شد. آقای روحانی دلیل همه اینها را دو چیز می‌داند: تحریم و ساختار اقتصادی غلط کشور. مردم ما شاید همه ریزکاری‌ها را ندانند. ما در مقطعی در اوائل سال 97 قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریبا صفر بود. اسکناس ارزی مقصودم هست.
بسیاری از کارشناسان در مورد ساختار اقتصادی معیوب ایران صحبت کردند و مردم هم هر روز آن را تجربه می کنند. تا بانک ما سالم نشود، اقتصاد ما سالم نمی شود. علاوه بر مشکل بانک‌ها، رئیس جمهور از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که از بودجه عمومی تأمین می‌شوند، بیمه تأمین اجتماعی و ساختار غلط مالیاتی کشور هم انتقاد کرد. ساختار مالیاتی که در آن کم درآمدها مالیات بیشتر و پردرآمدها مالیات کمتر می‌دهند یا اصلاً مالیات نمی‌دهند. ساختاری که البته سکانش دست دولت است و اگر قرار باشد اصلاحاتی هم صورت بگیرد، دولت باید شروع کند. ولی به نظر میرسد هیچ کدام از اینها دغدغه اصلی بعضی از نمایندگان نیست، بلکه آب مایه حیات است که جو مجلس را به هم میزند. داره باز تاریخش میگه. بفرمایید آقای عزیز. اینجا نمایندگان استان خوزستان در انتقاد به مشکل آب در این استان سخنرانی رئیس جمهور را قطع کردند. انتقال آب دریا به فلات چقدر آب حساس امروز. آب بابا از خلیج فارس، دریای عمان، دریاها ما آب رو شیرین میکنیم، منتقل میکنیم با بخش خصوصی. بنابراین مجلس حالا باید بودجه را برای تصویب بررسی کند. شهریار سیامی، بی بی سی. فریدون خاوند، استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس، از همین شهر همراه ماست. آقای خاوند، به طور مجموع این بودجه رو چقدر واقع بینانه میبینید، به ویژه در بخش درآمدها؟ ببینین، این به نظر من سخت‌ترین بودجه‌ای هست که بعد از جنگ ایران و عراق، یعنی در واقع حدود 30 سال گذشته، به مجلس شورای اسلامی لایحه‌اش عرضه شده. و دلیل این پیچیدگی و قامز بودن بودجه 98 هم عمدتاً از محل تأمین درآمد هاست، به خصوص درآمد نفت که می‌دانیم نقش خیلی اساسی داره در تأمین بودجه. دولت همونطور که در برنامه خودتون هم گفته شد، حساب میکنه روی صدور 1.5 میلیون بشکه در روز در سال آینده و قیمت نفت رو هم در بازارها 54 دلار محاسبه میکنه. مسئله بر سر اینه که همین الان صادرات نفت ایران بر اساس منابع مختلف که موثق هم به نظر میرسند، حدود 1 میلیون بشکه است. و بعد اگر قرار باشه تا ماه می مجوزهایی که ایالات متحده آمریکا به 8 کشور داده برای خرید نفت ایران، این مجوزها به پایان برسه، اون موقع آیا ایران خواهد توانست 1.5 میلیون بشکه نفت صادر بکنه؟ و مسئله دیگه، مسئله 54 دلار برای هر بشکه نفته. و بالاخره مسئله مهمتر اینه که کل درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به کشور بر نمیگرده. بعضی از کشورها مثل چین با یوان میخرن، هند با روپیه خرید میکنه و ایران از اون کشورها فقط میتونه کالا به کشور حمل بکنه. بنابراین مسلم نیست که این مقدار درآمدها تامین بشه. و بالاخره نکته آخر این هم هست که با توجه به کاهش رشد اقتصادی کشور و اینکه هم کارشناسان داخلی هم سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی برای سال 97 و 98 رشد منفی رو پیش بینی کردند، آیا به دست آوردن این مقدار درآمدهای مالیاتی امکان پذیر هست یا نه؟ دقیقاً، چون به نظر میاد دولت خیلی روی مالیات حساب کرده که اون رو برداره به زخم‌های دیگش بزنه و هزینه‌های جاهای دیگه‌ای بکنه، به ویژه از اینکه بحران کنونی رو با کمک این دو منبع درآمدی که شما هم بهش اشاره کردین کنترل بکنه. چقدر واقعاً فکر می‌کنید حل بحران یا حداقل کنترل بحران در شرایط کنونی با این بودجه ممکنه؟ کار بسیار سختی است، به خصوص از این نظر که آقای روحانی دستش باز نیست در گرفتن مالیات از نهادها و سازمانهایی که مالیات نمیپردازند. بسیاری از بنیادها مالیات نمیدن، سپاه از پرداخت مالیات تا اونجایی که بتونه تفره میره. بنابراین اگر دولت روحانی بتواند تا اندازه‌ای با این مسئله روبرو بشه، میتونه یک مقداری کسری بودجه رو کم بکنه. و همینطور اگر تلاش بکنه که پولی رو که پرداخت میشه به حوزه‌های علمیه و سازمان‌های به اصطلاح فرهنگی که از این بودجه تغذیه می‌کنند، اینها رو هم قطع بکنه و به اونها بگه که از منابع دیگری درآمدشون رو تأمین بکنند، شاید بشه تا اندازه‌ای با مشکلات مقابله کرد. آقای روحانی در گزارشی که شهریار پخش کرد هم قسمتی از حرفاش رو شنیدیم، از این صحبت میکنه که تا بانک ها سالم نشوند اقتصاد ما هم سالم نخواهد شد. و به نظر میاد که بر همین مبناست که بودجه 98 درش تمرکز زیادی
روی در حقیقت تصدیگری ها شده، روی بانک ها شده، روی صندوق های بازنشستگی شده. فکر میکنید چه اتفاقی خواهد افتاد با این تمرکزی که بر این تصدیگری ها شده؟ آیا کمک میکنه به حل شدن مشکل هزاران میلیون ها نفری که اعتراض دارن به وضعیت مال باختگیشون یا بحث بازنشستگی ها، یا ممکنه خودش مشکل زا بشه؟ ببینید وقتی که ما به ارقام بودجه نگاه میکنیم میبینیم که چه نقشی دارند شرکت های دولتی و بانک های دولتی در اقتصاد ایران. 1703 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشوره. از این مقدار فقط و فقط 408 هزار میلیارد تومانش اختصاص داره به بودجه عمومی دولت، یعنی در واقع فقط 23% هست که به بودجه عمومی دولت اختصاص داره، بقیه میره به طرف کارخانه های دولتی و بانک های دولتی. و در این شرایط وضع بسیار بسیار مشکله، چون این مقداری که عرض کردم یعنی حدود 77% بودجه کشور حتی از نظارت مجلس هم فرار میکنه. بودجه رو که آقای روحانی امروز به مجلس عرضه کرد فقط 23%ش این بودجه زیر نظارت نمایندگان قرار میگیره، بقیه نمیدونیم چه بر سرش میاد، فقط به صورت تشریفاتی به مجلس برده میشه. و این نشان دهنده اینه که نه فقط از سلطه دولت بر اقتصاد ایران کم نشده، بلکه حتی به نوعی اضافه هم شده. اما آقای خاوند، روشی که دولت در نوشتن این بودجه در نظر گرفته، به هر حال بودجه انقباضی نوشته، یعنی سعی کرده از یک سری هزینه ها کم کنه، کاری که ما دیدیم کشورهای متفاوتی بعد از ماجرای مشکلات اقتصادی که در سال 2008 پیش اومد تلاش کردن همین رویه رو پیش بگیرن. فکر میکنید در شرایط اقتصادی ایران الان این راه درستی هست؟ اگر هست چطور باید اجرا بشه؟ این کار بسیار بسیار مشکلی است، به خاطر اینکه اولا تورم در ایران خیلی بالاست. نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس ارزیابی های دولتی در سال جاری چیزی از حدود 40-50%، و در این شرایط دولت روحانی فقط 20% حقوق کارمندان و کارکنان بخش دولتی رو اضافه میکنه، و این خیلی خیلی خطرناکه، چون در واقع حتی با این محاسبه چیزی بین 20-30% از قدرت خرید اونها کم شده. ولی از طرف دیگه اگه قرار باشه که تمام نرخ تورم ایران رو برای حقوق بگیران جبران بکنه، اون موقع کشور به یک دور تورمی خواهد افتاد که مقابله با اون کار بسیار سختی است. در مجموع حاشیه مانور دولت روحانی با توجه به وضعیت بین‌المللی ایران و همینطور اوضاع داخلی ایران و عدم توانایی دولت روحانی در انجام اصلاحاتی که قرار بود انجام بگیره، حاشیه مانورش بسیار بسیار محدوده. سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، استاد پیشین اقتصاد دانشگاه رنه دکارت همراه ما. واژگون شدن اتوبوس در محوطه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران 9 نفر را کشت و دست کم 27 نفر را زخمی کرد. این واحد آموزشی متعلق به دانشگاه آزاد است و پس از حادثه تعطیل شد و دانشجویان آسیب دیده با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفته که دو پیمانکار حمل و نقل و تأسیسات این دانشگاه هم بازداشت شدند. کاوه مشکات و جزئیات بیشتر. کمی بالاتر از میدان پونک، دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، چهره‌های گریان دانشجویان و خانواده‌هایی که بعد از شنیدن خبر خود را به اینجا رساندند. تصادف در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. تصادف سالانه بیشترین قربانی را در ایران می‌گیرد. این بار اما بحث تصادف در جاده‌ها نیست. اتوبوس حامل دانشجویان در محوطه دانشگاه واژگون شده. این اتوبوس به دلایلی نامشخص چپ کرد و بعد از طی مسیری با یک دیوار بتونی برخورد کرده. بچه‌ها اومدن، یه سری دانشجوها هم دانشگاه تموم شده بود. یه سری هم بچه‌های چیز بود، سوار اتوبوس شد، اما اتوبوس پشتی بودیم. اونا اومدن که بیا پایین، ما بریم بالا سمت رستوران. یک دفعه ترمز اتوبوس برید. پلیس میگوید مسئولیت عبور و مرور در این منطقه به عهده خود دانشگاه بوده و پلیس اجازه حضور در محل‌های مثل دانشگاه را ندارد. گروهی مسئولیت حادثه را متوجه رئیس دانشگاه می‌دانند و مجلس از تشکیل گروهی برای بررسی این حادثه و دلایل آن خبر داده. افتضاحه. بخواد یکی دو تاشون اتوبوساشون خوشن، خودتون برید ببینید. اصلا جلوی خود اتوبوس آهناش همه رفته. اینم ترمز بریده. میگن تو اخبار گفتن که مثل اینکه چیز شده، راننده سکته کرده، سکته نکرده، ترمز بریده. هر هم نشدن. یه جای خیلی معمول بالایی هم کتابخونه.
سوال‌های بسیاری درباره این تصادف مطرح شده. سوال‌هایی مثل اینکه چرا این مسیر گاردریل نداشته و ایمن نبوده. ابهامی که همیشه بعد از اتفاقات تلخ به یاد همه می‌افتد. کاوه مشکات، بی بی سی. نیکی محجوب هم همزمان خبرها رو دنبال میکرده. نیکی بیا اول یک نگاهی بکنیم به این که این ماجرا الان کجا ایستاده، چه واکنش هایی بهش داشته، برای اینکه از همون لحظه اول شاید به خاطر موقعیتی که حادثه درش اتفاق افتاد بسیار واکنش برانگیخت. دقیقاً امروز به حوالی ظهر که این خبر اومد، خب در ابتدا هنوز خیلی جزئیاتش مشخص نبود، بعد یواش یواش خبر اومد که چه اتفاقی افتاده، وضعیت چی هستش. مدتی بعد مشخص شد که خب مصدومان رو منتقل کردن به بیمارستان. پلیس راهنمایی رانندگی یه واکنش اولیه داشت که اول گفتش که راننده سکته کرده، بعد اورژانس اومد گفت نه نمیشه گفت راننده سکته کرده یا سکته نکرده بوده، در هر حال نیاز هست بررسی بشه. ولی در این نظر در از راهنمایی رانندگی رو رد کرد. در ادامه اون خب مقامات مختلف بعد از اینکه منتقل کردن مصدوما رو به بیمارستان‌ها، رفتن اونجا مثل آقای ولایتی رئیس دانشگاه آزاد، رهبر ایران در اصل تسلیت گفته، رئیس جمهور تسلیت گفته، شهردار تسلیت گفته، اعضای شورای شهر رفتن. بعضی از اعضای شورای شهر به شدت انتقاد کردن به وضعیت امنیت جاده‌ای این دانشگاه و پرسش مطرح کردن که این چه شرایطیه که اتفاق افتاده. از اون طرف شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرده که این اتوبوس در خدمت این شرکت نبوده و مشخص نیست که این اتوبوس در خدمت کجا بوده. دقیقاً نکته عجیبی هست، برای اینکه به هر حال دانشجویان دانشگاه آزاد هزینه ای میدن که وارد دانشگاه بشن. اتفاق در محوطه دانشگاه افتاده. مثلا از این صحبت شده بود که تلکابین بسازن چون اتوبوس ها فرسودن. به نظر میاد که خیلی مدیریت درستی این محوطه این خود دانشگاه آزاد نشده. ببین بحث سر ساختن این محوطه دانشگاهی از همون سالهای اولیه مطرح بود که ساخته نشه، این محوطه کوهستانی، رفت آمد توش سخته و مسائلی از این چنین. دانشجو معترض بودن که ما هزینه میلیونی میدیم برای اینکه بیایم درس بخونیم، انتظار داریم که به خاطر این هزینه میلیونی امکانات اولیه رفاهی برامون توی دانشگاه ایجاد بشه، از جمله سرویس حمل و نقل. اومدن به دانشجوها گفتن که خب برای سرویس حمل و نقل چون اتوبوس ها فرسوده است براتون تلکابین میکشیم. با تغییر مدیریت، یعنی به جای اینکه هزینه کمتری کنن اتوبوس تازه بزنن تلکابین فکر کرد. آره، بعد با تغییر مدیریت دانشگاه کلا این پروژه خوابید، یعنی هیچ اتفاقی برای اینکه تلکابین بکشن نیفتاد. اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که یه تعدادی اتوبوس مصرف میشه توی این منطقه، از جمله اینکه گفته شده الان میگن که این اتوبوس حتی در خدمت شرکت واحد اتوبوسرانی نبوده که یه بخش نظارتی هستش. پلیس راهنمایی رانندگی چیزی رو که امروز گفته این اتوبوس یه چیزی نزدیک 90 متر قل خورده، یعنی گارد ریل نبوده. بعد اتوبوسی که ترمز بریده بوده به زعم دانشجویانی که توی اتوبوس بودن و مصدومن و توی بیمارستان، این اتوبوس با یک محوطه بتونی که برای حفاظت سیستم آبرسانی دانشگاه بوده برخورد میکنه. به گفته پلیس راهنمایی رانندگی بخش عمده ای از اتوبوس از بین میره. دلیل اینکه تلفات هم بالاست این هستش که بخش عمده جلوی اتوبوس از بین رفته، بخش انتهای اتوبوس فقط مونده. گفته میشه حتی یه درصدی از اتوبوس هم در گل بوده و به همین دلیل هستش که هیچیش مشخص نیست. شورای شهر تاکید کرده و سوال کرده چرا گارد ریل نداشته، چرا سرعتگیر نداشته و چرا توی یه همچین مسیری از اتوبوس‌های استفاده شده که به زعم دانشجویان ترمزشون به راحتی میبره و دانشجویان رو به کشتن میده. ممنونم از توضیحاتت نیکی محجوب. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. خانواده کارگران بازداشتی فولاد اهواز امروز برای دومین روز متوالی در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران فولاد خوزستان ماهاست حقوق نگرفتند. بیش از 40 نفر از آنها پس از بیش از یک ماه اعتراض شبانه و با حمله نیروهای امنیتی به منازلشان بازداشت شدند که حدود 20 نفرشان بعداً آزاد شدند. وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه ای از دستگیری 17 نفر به اتهام نفوذ در سیستم بانکی و ارزی در استانهای مختلف ایران خبر داده. وزارت اطلاعات میگوید که این افراد در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان فعال بودند. به بهانه واردات کالا ارز دولتی را به مقصد دلخواهشان حواله کرده و بعد ارزها را به قیمت آزاد میفروختند. رسول خضری نماینده پیرانشهر از تیراندازی به سوی کولبران در مرزهای ایران انتقاد کرده. آقای خضری
گفته انتظار داره مجلس از طرح دو فرویتی جلوگیری از شلیک به کولبران حمایت کنه. او پیشتر گفته بود که بین 70 تا 80 هزار نفر در مناطق مرزی ایران به کولبری مشغولند. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت محمد حبیبی فعال صنفی معلمان را به 7.5 سال حبس تایید کرده. آقای حبیبی 20 اردیبهشت ماه امسال در تجمع روز معلم بازداشت شده بود. این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در دادگاه بعدی به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و همینطور تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی متهم شد. در گذشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل ایران داشته. از جمله روزنامه ایران آقای شاهرودی رو فقیه نوگرا خونده. روزنامه ابتکار همانند چند روزنامه دیگر عکس صفحه اولش رو به رئیس سابق قوه قضاییه اختصاص داده و روزنامه شهروند که قبل از انتشار خبر درگذشت آقای شاهرودی زیر چاپ رفته از او به عنوان قاضی القضات سنت شکن یاد کرده. و اگر نگاهی هم بکنیم به فعالیت‌های سیاسی محمود هاشمی شاهرودی می‌بینیم که آقای شاهرودی در سال 1373 به عضویت شورای نگهبان در اومد و تا پایان عمرش در این سمت باقی موند. در سال 77 به عنوان نماینده خراسان وارد مجلس خبرگان رهبری شد. تا لحظه درگذشتش 3 دوره متوالی به نمایندگی در این نهاد انتخاب شد. او در سال 78 با حکم رهبر ایران به ریاست قوه قضاییه منصوب شد و تا سال 1388 در این سمت باقی موند. در سال 90 هم با حکم آیت الله خامنه ای به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه منصوب شد و تا پایان عمر بر کرسی این نهاد تکیه زد. پس از مرگ هاشمی رفسنجانی با حکم دیگری از رهبر ایران بر صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست. اما برای بررسی بیشتر میراث آقای هاشمی شاهرودی فرج سرکوهی رو داریم، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان، و رضا انصاری راد پژوهشگر فقه و حقوق از ایران با ماست. آقای انصاری راد بگذارید با شما شروع بکنیم. شما میراث آقای هاشمی شاهرودی رو چطور می‌بینید؟ میراث آقای شاهرودی، ضمن سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، باید عرض کنم که آقای شاهرودی شاگرد مبرد و خیلی مشهور مرحوم صدر محمد باقر صدر، فقیه جوان و نوگرا بود و ایشون هم به تبع استادش فقه رو از دریچه نوتری نگاه میکرد، اگرچه بر همان مبانی سنتی، یعنی آنچه که چی بود محل اتکایشون بود همون مبانی سنتی بود، ولی با نگاهی تازه تر و نوتر نگاه میکرد. ولی ایشون اگر این وارد عالم سیاست نمیشد و اول با مجلس اعلا و بعدش هم با وارد ساختار قدرت در ایران نمیشد، مرجعیتش در تقریبا مسلم بود و اگر مرجعیتی داشت مرجعیت مستحکمی هم بود اگر میموند، ولی ایشون حاضر نشد و یا به هر دلیلی وارد چی شد، وارد ساختار قدرت ایران شد و با همون کارنامه‌ای که شما گفتید و کارنامه اونچه که خیلی چیز هست قابل توجه هست، کارنامه‌شون در قوه قضاییه است. در کارنامه‌شون در قوه قضاییه کارنامه‌ای بود که ایشون اگر خودش بود و اون فقاهتش قطعا کارنامه امروزش نبود، ولی متاسفانه در ساختار قدرت و در ساختار قوه قضاییه ایشون نتونست و یا به تبع همون روحانیتش یک سماحتی داشت که خب گرفتار نیروهایی میشد که این وضعیت رو رقم زدن برای کارنامه ایشون. بنابراین خب شما نظرتون این هست که ایشون شاید میخواست و او فقیه نوگرایی بود که نتوانست اون تغییراتی رو که در قوه قضاییه میخواست ایجاد کنه. آقای سرکوهی، اجازه بدید نظر آقای سرکوهی رو هم در مورد میراث آقای هاشمی شاهرودی بپرسیم. آقای هاشمی شاهرودی میراثی نداره، برای که ایشون یکی از چهره های میانمایه و یا در واقع میتونیم بگیم
بیچهره بود، هم در سیاست بیچهره بود، هم در فقه هم که ایشون میگن میگن بارگاهی نو و تازه تر. من بعدن جدر به من نگاه های نو و تازه تر ایشون رو در حال پرت کردن از دره سوزاندن اجازه ندارین که وقتی میخواین دست و پای کسی رو قطع کنین اون رو بی‌حس بکنین. یعنی یک چنین آدمی که به طور وحشتناکی معتقد درد رو باید در اوجش بر آدم ها تحمیل کرد و غیره، خواهم گفت اگر وقت بشه. و توجه بکنیم که با به تدریج که نسل اول چهره‌های جمهوری اسلامی ناپدید میشن، میمیرن، به هر حال پیر شدن، چهره هایی میان که اینها بر اساس سابقه خودشون رشد نکردن. مثلا همین آقای محمود الهاشمی یا نجفی که بعدن اسمشو تغییر دادن کردن شاهرودی، چون در واقع در کربلا به دنیا آمده بود و اون اسم رو داشت. او کسی بود که مرجعیت خامنه‌ای رو تایید کرد، سه ماه بعدش شد عضو فقهای شورای نگهبان. در زمان های خمینی چندان او رو به بازی نمی گرفتن و بعد هم به منتظری حمله کرد. وقتی که چند ماه بعد از حمله به منتظری و اینکه در مورد ولایت فقیه یک نظری داد که این ولایت فقیه مطلق هست و همه حقوق رو داره، که من نمیدونم این چه نگاه نو تازه‌ای هست، او رو کردن رئیس قوه قضاییه. فارسی هم خوب نمیتونه صحبت بکنه. حالا اگر نگاه بکنیم به این 10 سالی که او در قوه قضاییه بود، به جز این یک لایحه آزادی‌های مشروع و پرونده او با اعدام متاسفانه آقای سرکویی ارتباطشون چندان خوب نیست با ما. حالا باز میتونیم برگردیم آقای انصاری را. اگه برگردیم به شما، آقای سرکویی معتقدن که ایشون میراثی نداره چون تغییراتی هم ایجاد نکرده. البته اگه آقای سرکویی صدای من رو میشنوه، من یک سوال از ایشون میخواستم بکنم. مثلا در یک مواردی شاید این نگاه نوگرای ایشون در مورد سنگسار حداقل به نظر میرسید که ایشون تلاش هایی کرد که اون حکم رو متوقف بکنه، اگه بخوایم مساقی صحبت کنیم. آقای سرکویی الو پرسیدم که مثلا در مورد سنگسار اگه بخوایم مساقی صحبت بکنیم، به نظر میرسید که ایشون تلاش هایی کرد و تونست تا حدودی هم موفق بشه. صدای منو میشنوین؟ بله من صدای شما رو میشنوم. اولا در مورد سنگسار این جمله ایشون بسیار مشهور است که میگه سنگسار از ضروریات اسلام هست. این که این تلاش کرد و گفتش که حالا اجرا نکنین در ملأ عام یا اجرا نکنین، در نتیجه فشارهای عظیم بین‌المللی بود که وارد شد. توجه بکنین که آدم‌ها وقتی در یک سیستم قرار میگیرن، خودشون رو به اون سیستم تطبیق میدهند، دیگه نمیتونیم بگیم که به اصطلاح تقصیر سیستم بود. این آدم دلش میخواست، دلش نمیخواست، خب میتونست 10 سال رئیس قوه قضاییه نشه. بعدم اگر به پرونده اون نگاه بکنیم، میبینیم که بیش از 100 نشریه رو بس یک زمان انجمن صنفی مطبوعات رو تعطیل کرد. بعد این کسی است که دستور داد، که بخشنامه داد که همه به اصطلاح درابی حلقه‌های عرفانی ممنوع هستند. لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست رو با این اسم جالب به مجلس برد و بعد اجازه داد که فرزند خونده رو بتونی به ازدواج اون مردی که اون رو به فرزند خوندگی در آورده بگیری، به یک جنایت هستش. کانون وکلا، استقلال کانون وکلا رو منتفی کرد با اون آیین‌نامه‌ای که فرستاد به مجلس و تصویب شد و به اصطلاح وکلا خیلی اعتراض کردند. بعد توجه بکنیم که در زمان همیشون بود که حکمای اعدامی علیه دکتر هاشم آجاری، یوسف اشکبری صادر شد. زهرا کاظمی در زندان به قتل رسوندن، اکبر محمدی، ولی فیض مهدوی، زهرا بن یعقوب که بسیار ماجرایی که به مطبوعاتن کشیده شد، چند نفر دیگه رو در زندان کشتند. و بعد مثلا عاطفه رجوی، یک دکتر 16 ساله رو ایشون به دستور ایشون در ملأ عام اعدام کردند که این آقای سرکویی اجازه بدید بریم آقای انصاری رادم پاسخش رو بشنویم به این اتهامات. من از جناب آقای سرکویی بله اینا اتهامات نیست، اینا در نشریات خود جمهوری اسلامی چاپ. نه آقای جناب آقای سرکویی، من کاملا بهشون احترام میذارم و چیز نیست، ولی ایشون به حرف من خوب توجه نکردن. من عرض کردم که با همان مبانی سنتی خواستن که نگاهی جدیدتر داشته باشن و خب این رو فقط میشه با مقایسه در همون شأن خودش این حرف رو در رو. و بعدم هم عرض کردم که ایشون کارنامه ازش قابل تفکیک نیست، اگرچه به اراده خودش، یعنی با فل بداهه تصمیم خودش نبود و ساختار برش تحمیل کرد و این اشتباه مال ایشونه و در نتیجه این کارنامه بر ایشون میمونه، ولی فرق میکند با کسی که خودش پیشتر اصلا تفکرش همین وضعیته. اگر لایحه منع شکنجه رو داد ایشون،
برای اینکه طبع فقاهتش همون رو اقتضا میکرد. اگر ایشون با سنگسار اگر میگفت ضرورت بر مبانی خودش میگفت و اگر مانع اجراش میشد در خیلی موارد بر همون نگاه نوگرایانش میکرد. من اصلا هیچ حب و بغضی نسبت به آقای شاهرودی ندارم و فقط نوع نگاهش رو عرض کردم و عرض کردم اون مبانی سنتیش هست، ایشون هیچ تغییری در اون مبانی سنتی که بعضی از این حرفای جناب آقای سرکوی از توش در میاد همچنان بر همونا متکای ایشون بود و این، ولی نگاه نوعش من اشکنجر شما کارنامه ایشون کاملا قابل مقایسه است با کارنامه 10 سال قضاوت قاضی القضاتی آقای یزدی، شیخ محمد یزدی، و ایشون کاملا چیز میکرد، شبیه سازی میکرد ساختمان بلند رو با کوه و من اون رو مواردی رو که میگفت که باید از کوه پرت بشن میبرد از بالای ساختمان بلند پرت میکرد. حداقل این موارد رو نداشت ایشون نگاهش و مواردی هم حتی بعضا اعدام ها 2000 اعدام میگن در دوره ایشون 2000 اعدام انجام شده. بله من ولی آقای انصاری، شما خودتون در دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه به زندان افتادین به دلیل فعالیت‌های سیاسیتون. امروز دیدیم که روزنامه‌های اصلاح طلب از آقای هاشمی شاهرودی به هر حال به نوعی او رو به عنوان فقیه نوگرا و با القاب دیگه ایشون رو در واقع بدرقه کردن. چه میشه که کسی که در دوره او روزنامه‌ها به صورت فله‌ای بسته شدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به نوعی بسته شده بدون نتیجه، قتل زهرا کاظمی مثلا در پرونده قتل زهرا کاظمی در جریان بوده، چه میشه که امروز روزنامه‌ها به اینجا میرسن که این طور از او یاد بکنن؟ من این رو برام کاملا قابل توجیه میگم. شما بحث اینه که ایشون مصداق بارزی است و سند معتبری است و دلیل محکمی است بر اینکه آقا فقیه الزاما مدیر نیست، فقیه الزاما قاضی القضات خوبی هم نیست، فقیه الزاما نمیتونه در ساختار قدرت قرار بگیره به اعتبار فقاهتش. نه این کارنامه فقاهت اون رو زیر سوال میبره، نه فقاهتش میتونه این کارنامه رو توجیه کنه. این دوتا جنبه باید از هم تفکیک بشن و بهترین نتیجه هم اینه که اون فقاهت سر جای خودش، ولی اون فقاهت شرط لازم و کافی برای مدیریت و قاضی القضات شدن نیست. فلذا وقتی میاد تو ساختار قدرت از یک فقیه نوگرا چنین کارنامه‌ای که چندان هم قابل دفاع نیست باقی میمونه. ولی این کارنامه غیر قابل دفاع بودن معنیش این نیست که اون فقاهتش رو هم باید زیر سوال برد. آقای سرکوی پاسخ شما رو بشنویم. من اول پاسخ شما رو میدم، مثال منتها قبلش برای که بگیم چقدر این فقیه نوگرا بوده، من از کتاب بایسته های فقه جزایی که خود او نوشته و دیگه شوخی نکنیم کسی هم بهش تحمیل نکرد این چیزا رو بنویسه، چند تا جمله میخونم. میدونیم که یه عده معتقد بودن حال وقتی میخواین دست بزنید یا پا بزنید یا پرت کنین از دره یا بسوزونین لااقل بی‌حس کنین اون مجرم رو. ایشون با این مخالفه، میگه که درناک بودن، جمله خودشه، درناک بودن کیفر جزء اصل کیفره. بی‌حس کردن محکوم هنگام اجرای کیفر و درد تازیانه یا قطع عضو جایز نیست. بعد میگه که کیفرهایی مانند کشتن به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا در این آیه، حالا به یک آیه اشاره میکنه، لازم هست و یعنی حدود واجب است که مجازات در حضور گروهی از مؤمنان صورت بگیرد. اینم این اعدام های جمعی، یعنی ببخشید اعدام در ملأ عام یا دست زدن در ملأ عام هستش و مدام تاکید میکنه که این باید درد بکشه و نباید بی‌حس بشه اینا. اما اون سوالی که کردین که چه میشود که حالا یه همچو آدمی با یک همچو نظریات واقعا وحشتناکی که میگه حتی بی‌حس نکنین وقتی میخواین دستش رو بزنین پاش رو بزنین یک و بعدم میگه پرت کردن و به صلیب کشیدن، این در همین کتابی که عرض کردم با استهای فقه جزا وقت نیست، اگر من جملاتی میخوندم که آدم واقعا وحشتناک هست این جمله ها. حالا یه همچو آدمی که یک همچو اعتقادات وحشتناکی داشته چی میشه که بهش میگن فقیه نوگرا یا ایشون میگه نگاه نو به فقه که داریم میبینیم این چه نگاه نوگرایی به فقه هست؟ یکی بدنین که شما گفتین روزنامه از اون طور یاد میکنن. بله روزنامه های اصلاح طلبان حکومتی و روزنامه های بنیادگرایان حکومتی از اون یاد میکنن. اگر آزادی مطبوعات بود اون وقت بود که میشد درباره او به واقعیت نوشت، چون آزادی مطبوعات نیست و به اصطلاح قلم در دست حکومتی ها هست خب چنین ازش یاد میکنن. دوم اینکه ما متاسفانه در میان بخشی از اصلاح طلبان حکومتی با یک پدیده روبرو شدیم، اینها دچار فقر شخصیت در میان روحانیون هستند.
یعنی به هر حال اینا نیاز دارن که روحانیون بزرگ رو یا معروف رو یا حالا هر چه رو هم جزء مصادره بکنن و بگن که این جزء ماست. حالا که آیشاردی مرده دیگه دستش از دنیا کوتاه، جوابم نمیتونه بده، او حالا میخوان اونو مصادره بکنن به عنوان چهره عرضه بدن. آقای هاشمی شاردی در مورد ولایت فقیه به صراحت نوشته که ولایت فقیه حتی این که میگویند باید حدودش رو مجلس خبرگان تعیین کنه، نه خیر اینجور نیست، ولایت فقیه مطلق همه اختیارات رو داره. هیچ نوع نوگرایی که ایشون مدعی هستن در نگاه او نیست، بلکه برعکس بسیار نگاه بسته ای داره. و به هم اما اینکه چرا حالا ازش یاد میکنن، برای که به نظر من اینا دچار فقر شخصیت هستن در میان روحانیون. آقای انصاری راد، آیا شرایط شما، شرایط اصلاح طلبان در ایران الان اینگونه است؟ من کاملا من احساس میکنم که جناب آقای سرکوی انصاف رو کمکی مایلن که رعایت نکنن. نیاکنید شما بحث از یک روشن فکر نمی کنید، بحث از یک فقیه می کنید. اگر با فقه مشکل دارم، اگر فقه رو نمیتونم بپذیرم سر جای خودش، ولی وقتی از بحث از یک فقیه میکنید شما نمیتونید توقع از اون داشته باشید بحث نگاه بروندینی داشته باشه. اون اونجا که میگه از قضا اون جملاتی که ایشون میگه جملات خیلی چیزی هست، از اون جملات جملاتی فقهی، از و این که اگر ایشون مانع بیهست کردن، چون اون کسی که میگه بیهست کنید میخواد اون نوع مجازات ها رو ترویج کنه، در صورتی که اون مجازات ها برای سخت بودنش وضع شده تا هم جرمش، حالا من به صحت و ثقم این فلسفه کاری ندارم ها، ولی اون نوع وضع رو کار دارم. این فلسفه، این احکام وضع شده تا اون خشونت و اون تندیش مانع از ارتکاب جرم باشه. حالا اگر شما یک نگاه نوتری بخواید داشته باشید میتونید بهش نگاه کنید که اصلا اون مجازات ها اصلا جایی دارد یا ندارد، ولی اینکه شما بیاید مجازات ها رو از حیز انتفاع خارج کنید، از فلسفه بعدش خارج کنید، این اصلا فقاهت نیست. آقای انصاری راد، یک سوال دیگه میپرسم، وقت چندانی نداریم، اگر کوتاه مرحمت کنید. در مورد روزنامه ها، اصلا روزنامه های اصلاح طلب الان اینجور نیست که از یک دم همه حکومتی باشن و همه یک دم فقر روحانیت داشته باشن و بخوان این از یک مردریگ آقای شاهرودی برای خودشون قنای روحانیت درست کنن. اصلا من این قبول ندارم. از نظر شما یک زمانی آقای هاشمی شاهرودی به عنوان در واقع گزینه‌ای برای جانشینی رهبری ایران مطرح می‌شد، فکر می‌کنید اگر زنده می‌ماند با توجه به شرایط کنونیش و کارنامه‌ای که از خودش به جا گذاشته، همچنان می‌تونست به عنوان یک گزینه خوب مطرح بشه؟ کوتاه لطفا. من تقریبا همیشه در هر وقت که این حرف هم مطرح می‌شد اعتقاد من این بود که این آدرس غلطی، ایشون برای اون نمیتونه کاندیدای مناسبی باشه. البته نه به اون دلیل که اسمی که آقای سرکوی نجفی گفتن، ایشون همیشه شاهرودی بوده به دلیل پدرش و بادرش و این حرفا، ولی ایشون نسل در حداقل سه نسلش در نجف ساکن بودند و متولد شدند و مجاور بودند و با سابقه حزبی بودن عراقیش به نظر من در جایگاه رهبری هیچ وقت نمیتونست قرار بگیره. و آقای سرکوی، پاسخ شما رو هم خیلی کوتاه بشنوید. من فکر میکنم من با اشتباه اینجا با نظر ایشون موافق هستم که من فکر نمیکنم اون نامزد رهبری بود میتونست به این برسه یا مجموعه با اون موافقت میکردن و آدم مناسبی هم نبود. توجه بکنیم که نسل اول چهره های جمهوری اسلامی که سایه کاریسمای آقای خمینی بر سرشون بود و در این حال خودشون جایگاه خودشون رو تا حدودی ساخته بودن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای خامنه ای، اینها دیگه دارن ناپدید میشن. بعد از مرگ آقای خامنه ای نظام جمهوری اسلامی با مسئله بحران رهبری روبرو میشه، چون که از نسل اول دیگه کسی نمونده. نسل دوم رو باید از میان چهره های درجه دو انتخاب بکنن، چهره هایی که مثل آقای رئیسی یا دیگران یا حالا هر کس دیگری، و این چهره ها هر شکلی که بر سر کار بیان چهره های بسیار ضعیفی خواهند بود، چون که در واقع نهادها الان مستقر هستند، مثل اون موقع نیست که آقای خامنه ای نهاد رسوم در ریشه داشت در سپاه و نمیدونم ارتش و اینا. و همین اما هاشمی شاهرودی اون کسی نیست که میتوانست
رهبر بشه و نهادها با او موافقت بکنند. و به ویژه این نکته هم توجه بکنیم که آقای شاهرودی برعکس تبلیغاتی که حالا میکنن مجتهد بزرگی هم نبود، کتابهای مهمی هم در فقه ننوشته. بعد مثل آقای خامنه‌ای هم نمیدونم در سپاه و اینها ریشه نداشت. نه ایشون، منم معتقدم که ایشون هیچ وقت نامزد مناسبی نبود. ممنونم از هر دوی شما، آقایون فرج سرکوهی روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان و رضا انصاری‌راد پژوهشگر فقه و حقوق از ایران. استخراج معدن در ایران برای تولید سنگ بوکسیت یکی از اهداف راهبردی کشور اعلام شده، ولی فعالیت‌های شرکت آلومینای ایران هیچ جا به اندازه معدن بوکسیت تاش با مقاومت و اعتراض ساکنان محلی و فعالان محیط زیست روبرو نشده. آنها میگویند 6 سال است که این معدن طبیعت شاهرود را تخریب کرده. به رهبر و رئیس جمهوری ایران نامه نوشتند و تقاضای کمک کردند. سیاوش اردلان در گزارشی به ماجرای معدن بوکسیت تاش در شاهرود می‌پردازد. در میانه جنگل و کبیر، شاهرود بهترین های هر دو دنیا را دارد. با فاصله سالم از شهرهای شلوغ و آلوده، 4000 کیلومتر از تهران، 5000 کیلومتر از مشهد. پدافند هوایی سپاه پاسداران اینجاست. ولی این روزها این پدافند آب و هوایی و زمینی محیط زیست است که فعال شده. وقتی مدافعان طبیعت در شاهرود درگیر متوقف کردن پروژه جاده سازی در قله‌های مهالود ابرکوه بودند، چند فرسخ دورتر یک پروژه معدنکاری با نور پایین پای بنیاد مستضعفان را به منطقه شاهرود باز کرد، به کوه‌های 4000 متری شاهوار. کامیون‌ها و لودرهای شرکت آلومینیا کوه‌های شاهوار را در نوردیدند. استخراج سنگ بوکسیت و تولید پودر آلومینیا کمی بیشتر شد، اما طبیعت منطقه هم بیمار شد و روستاییان تاش گرفتار. دو تا سیل بسیار ویرانگر داشتیم. بعد فعالیتی که دومه اونجا بولدزر داره، لودر داره، کامیون داره. همین صدا دقیقاً صدای انفجار بود. صدای انفجار. ایجاد 1500 شغل مستقیم و غیر مستقیم محلی در مقابل از دست دادن سرمایه های منطقه. من بابا خودم همینجا یه زمانی جاده از اینیه میرفتن، از اون جاده بالا رو نکشیده بودن. به طور گردخاک گرفت که هنوز که هنوز الان 5 سال گذشته درخت قبلی نشده. رؤسای معدن بوکسیت تاش به دفاع برخواستند. ریزگرد. اصلا ما مگه چقدر حجم معدنکاری ماست؟ سیل. بله به هر صورت حوادث طبیعی همه جا هست، ربطی به معدن نداره. پوشش گیاهی. مسلما درخت فتوسنتز نداره، اون مقدار قند و پروتئینی که لازمه تا میوه رو برسونه، درشت بشه، سایز برداره رو نمیتونه تامین کنه و این مشکل رو ببینید. اونجا اولا پوشش گیاهی خیلی زیادی ندارد و بحث ها و انفجارها ادامه دارد. اما سال 97 سال اعتراض ها در شاهرود بود. زنجیره های انسانی به دور لودرهای معدن، خدای شاهوار، و نیایش به درگاه خدای شاهوار. مادر مهربان زمین، هشتگ نجات شاهوار گردشگران را از اقصا نقاط ایران این بار با پیامی دیگر به کوههای شاهوار کشاند. پیام شنیده شده و حالا مجلس وارد ماجرا شده. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خط بطلانی کشید بر ادعاهای دست‌اندرکاران معدن بوکسیت تاش. در این گزارش 8 محور ذکر شده به عنوان آسیب‌های زیست محیطی و اجتماعی معدن بوکسیت تاش: تهدید ذخایر و منابع آب منطقه، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، از بین رفتن مراتع، از بین رفتن حیات وحش، ریزگرد، از بین رفتن جاذبه‌های گردشگری به خصوص کوهنوردی، از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری و چالش مدیریت باطله که باعث ایجاب سیلاب در منطقه شده. راه رسیدن به معدن تاش از شاهرود میگذره. به طرف شمال به شهر بسطام حرکت میکنید و از اونجا حدود 40 کیلومتر جاده آسفالت‌تر رو غرب به سمت روستای تاش میگیرید. نرسیده به روستای تاش، رفت آمد کامیون‌ها و خشکیدگی هوا خبر از فعالیت‌های معدنی در کوه‌های شاهوار میده. در نقطه‌ای که برای هزاران سال یک حوزه آبخیزی رو تشکیل میداد که بر اثر شیب طبیعی که داشت آب‌های سطحی و زیرزمینی رو می‌گرفت و برای تأمین آب آشامیدنی روستای تاش، شاهرود و بسطام این آب‌ها رو به این 3 نقطه هدایت می‌کرد. عزیزان امام جمعه محترم و
سال 97 سال رفت آمد مسئولان محلی به شاهوار، شاهوار ما را که سال بازدید وزیر صنعت که نتوانست خود را از چشم معترضان پنهان کند، و سال تحرک جامعه مدنی در شاهرود. خواهی میساد اگه لازم باشه واسه تأکید کردن معدن بیام جلوی لودر بولدش بخوابم، به والله این کارو میکنم. دو تا از پر آبترین چشمه‌های منطقه اصلا مسیرش تغییر کرده، شما تصویر رو دارید میبینید. خب من اینو شما میخواهید بسپرید به یه پیمانکار، به یه شرکت که بیاد واقعا چه مطالعاتی رو این قضیه انجام بده. هنر ما و ادعای ما اینه که ما داریم معدنکاری انجام میدیم با کمترین تخریب. خود ما در حوزه معدن میگیم ما بایستی معدنکاری پاک بکنیم. آنچه در 6 سال اخیر بر طبیعت شاهوار رفته را باید از حیات وحش منطقه پرسیم که یا پا به فرار گذاشتند یا طعمه شکارچیانی شدند که سوار بر کامیون‌های معدن خود را به اعماق کوه‌های شاهوار می‌رسانند. مجوز فعالیت‌های معدن تاش امسال باید تمدید شود. اگر مجوز تمدید شود، برابر شده که استخراج سنگ بوکسیت از شاهوار به حداقل 10 برابر می‌رسد. طبیعت شاهوار سالهاست که سیاه پوش است، ولی سفیدی برف ها بر فراز قله هایش مردم این منطقه را به پایان زمستانی نمادین امیدوار کرده. سیاوش اردلان، بی بی سی. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه به فرانسه هشدار داده که اگر نیروهای این کشور برای حمایت از نیروهای کرد در سوریه باقی بمانند، به نفع هیچ کس نخواهد بود. آنکارا این نیروهای کرد را که علیه داعش می‌جنگند تروریست می‌خواند. آقای چاوشوغلو به خبرنگاران گفته کشورش مصمم است هر چه زودتر سربازانش را به شرق رود فرات و شمال سوریه بفرستد. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که آمریکا نیروهایش را از سوریه خارج خواهد کرد، اما فرانسه می‌گوید که نیروهایش در سوریه باقی خواهند ماند. عمار گلی روزنامه نگار از شهر دساو آلمان همراه ماست. آقای گلی، موضوع اینه که آقای مکرون حد خیلی روشن اومد صحبت کرد و گله کرد از آقای ترامپ که چرا همپیمانانش رو میذاره کنار و چرا کردها رو داره رها میکنه. فکر میکنید که واقعا نیروهای فرانسوی که در سوریه هستن توان حمایت از کردها رو دارن؟ با سلام خدمت شما، در حقیقت حضور نیروهای فرانسه از ماه آپریل به این سو بیشتر شده، یعنی از ماه آپریل ما شاهد افزایش شمار نیروهای فرانسه در اقلیم شمال سوریه یا در شرق فرات هستیم. بنابراین این افزایش نیروها به نوعی یک عملیات پیشگیرانه در مورد هر گونه پیش آمدی بوده که پیش بینی میکردند. خود نیروهای فرانسه احتمال اینکه بتونن به تنهایی از عملیات نیروهای ترکیه در شرق فرات جلوگیری کنند احتمال زیادی نیست، اما وزن سیاسی و وزن خود دولت فرانسه در بحران سوریه وزن مهمی هستش، که به صورتی که خود دولت فرانسه به صراحت اعلام کرده که عملیاتش رو در این منطقه ادامه میده، حمایتش رو از نیروهای کرد ادامه میده و از هر گونه بی‌ثباتی در این منطقه جلوگیری خواهد کرد. بنابراین سوال من اینه که اما نگاه بکنید به چینش منطقه. الان آقای ترامپ کاری که کرده باعث شده که ترکیه دست بالا رو داره اونجا. اگر آمریکا نباشه، اون طرفش کشور دیگه‌ای که در کنار فرانسه ممکنه در اونجا حضور داشته باشه روسیه است، ایرانه، خود دولت سوریه است. فرانسه اگر پا بکشه به رویارویی با دولت ترکیه، فکر می‌کنید اصلا حاضر پای چنین چیزی بره؟ در این مورد شک و تردیدهای زیادی هستش. پوزیسیون و موقعیتی که الان ما باهاش روبرو هستیم شبیه آنچه هستش که در ماه ژانویه امسال در عملیات ارتش ترکیه در افرین باهاش مواجه بودیم، با این تفاوت که در این موقعیت ما با یک اجماعی مواجه نیستیم. در عملیات ترکیه در افرین کشورهای غرب به خصوص کشورهای عضو ناتو سکوت کامل کردند و دولت ترکیه به طور کامل تونست این منطقه رو بعد 3 کنترل کنه، اما در این خصوص در خصوص شرق فرات و در خصوص منبج ما با یک اجماع نه تنها روبرو نیستیم، در خود کاخ سفید هم ما با چالش‌های جدی روبرو هستیم، خصوص که وزیر دفاع و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا هر دو در اعتراض به این تصمیم ترامپ استعفا کردند. در همزمان تنها
با حضور نیروهای فرانسه مواجه نیستیم. بخشی از نیروهای ویژه بریتانیا در منطقه حضور دارند و همچنان که بخش کوچیکی از منطقه رو نیروهایی از کشورهای حوزه خلیج فارس و مصر تأمین و از نظر لوجستیکی و از نظر امنیتی پشتیبانی میکنند. سوالی که پیش میاد این است که هماهنگی ها و نوع عملیات هایی که در آینده صورت خواهد گرفت در صورتی که نیروهای آمریکایی از این منطقه خارج بشن به چه صورتی خواهد بود؟ بله. کدوم کشور و کدوم نیرو این موقعیت نیروهای آمریکایی رو برای خودش خواهد داشت؟ چون فرصت واقعا باقی نمونده، اگر کوتاه جواب بدید، فکر میکنید ترکیه تا کجا روی حرف خودش وای میسته؟ ترکیه همونجور که میدونید ترکیه بسیار جدی هستش در این مورد، نه اینکه عملیات علیه داعش صورت بگیره، چون فاصله مرزهای ترکیه با اولین جبهه داعش حدود 300 کیلومتر هستش. بنابراین ترکیه تصمیم نهاییش این هستش که این منطقه رو از حضور نیروهای کرد و همپیمانان کردش پاک کنه، نه اینکه با داعش مبارزه کنه و یا کما اینکه سابقه مبارزه ترکیه با داعش رو ما زیاد باهاش مواجه نیستیم و چنین چیزی وجود نداشته تا حالا. ممنونم عمار گلی، روزنامه نگار از شهر دساو آلمان همراه ما. سال 2018 یعنی سال روبه پایان میلادی سالی پرخبر در دنیای علم بود، از خبرهای نجومی و مربوط به فضا گرفته تا باستانشناسی. نعیمه نامجو نگاهی کرده به بعضی از مهمترین اتفاقها و همینطور دستاوردهای علمی سال 2018. این صحنه یکی از هیجان انگیزترین لحظات برای علاقمندان به خبرهای علمی در سال 2018 بود. فرود این سایت بر سطح مریخ پایانی بر مدت‌ها نگرانی گروهی از پژوهشگران و دانشمندان ناسا. امیدوارم که انرژی و احساسات امروز در بقیه مسیر هم با من بمونه، برای اینکه بهش احتیاج دارم. در چند روز آینده تصاویر زیادی دریافت خواهیم کرد و این بی‌نظیره. وقتی فردا بیام سر کار، تصاویری از مریخ میبینم که تا حالا هیچ کسی ندیده. این سایت اولین کاوشگری است که روی لایه‌های درونی مریخ تحقیق می‌کند. محققان امیدوارند جواب‌هایی برای سوالاتشان درباره لایه‌های مختلف مریخ و شکل‌گیری آن پیدا کنند. این کاوشگر ابزارهایی دارد تا لرزه‌ها و دمای لایه‌های مختلف مریخ را اندازه بگیرد. همینطور به دانشمندان کمک می‌کند تا درباره چرخش سیاره گرد محورش اطلاعات بیشتری به دست آورند. مطالعاتی اینچنین تا پیش از این فقط روی زمین انجام شده و این سایت پنجره تازه‌ای به شکل‌گیری سیارات سنگی خواهد گشود. شمارش معکوس برای پرتاب قدرتمندترین موشک، 27 موتورش همزمان روشن شد تا فالکون هوی از ایستگاه فضایی کندی اوج بگیرد. پرتاب فالکون هوی یادآور مأموریت ساترن 5 بود، موشکی که با استفاده از آن ناسا نیم قرن پیش اولین فضانوردها را به ماه برد. طراحی این موشک را شرکت اسپیس اکس انجام داده. فالکون هوی می تواند 64 تن را به مدار پایین زمین ببرد. ایلان ماسک مدیر اسپیس اکس گفته بود شانس موفقیت این آزمایش 50-50 است. فالکون هوی می تواند گزینه ای برای سفرهای آینده فضایی باشد. در این ساختمان در جنوب غرب پاریس استوانه نگهداری می شود که وزنش دقیقاً 1 کیلوگرم است. از سال 1889 این استوانه معیار سنجش 1 کیلوگرم بوده. استوانه ای که به لوگان که معروف شده و تمام سیستم وزن جهان بر پایه آن است.
از مقایسه کیلوگرم با همه کپی های کیلوگرم در سراسر جهان می دانیم که تفاوت هایی بین نمونه های استاندارد ملی و کیلوگرم وجود دارد. از دیدگاه علمی این موضوع قابل قبول نیست. شاید الان جوابگو باشد، ولی 100 سال دیگر کیلوگرم حتما تغییر پیدا می کند. دانشمندان در کنفرانسی در کاخ ورسای تصویب کردند که شیوه تعریف کیلوگرم تغییر کند. از این به بعد کیلوگرم با استفاده از شدت جریان الکتریکی تعریف می شود. به این ترتیب دقیق تر خواهد بود و لزومی هم به تغییر دوبارش نیست. در سال 2018 بعد از 55 سال یک زن جایزه نوبل فیزیک را گرفت. دانس شیکلند کانادایی سومین زنی بود که در تاریخ برگزاری نوبل فیزیک برنده این جایزه شد. تحقیقات او در زمینه فیزیک لیزر است. این تعجب آوره نه؟ ماجرایی که مردم میخوان درباره‌اش حرف بزنن. چرا 60 سال طول کشید؟ زنان زیادی هستن که تحقیقات عالی انجام میدن. چرا باید این همه طول بکشه؟ از نتایج تحقیقات او و دو همکارش در جراحی‌های چشم استفاده می‌شود. در این سال میلادی اکتشافات تازه‌ای هم درباره زمان مهاجرت اجداد ما از آفریقا انجام شد. این فسیل فک انسان است که در اسرائیل پیدا شده و در تکمیل این معما نقش مهمی داشته. بر اساس این فسیل احتمالاً اجداد ما حدود 250 هزار سال پیش آفریقا را ترک کرده بودند. سال آینده هم به اندازه امسال برای علاقمندان به دنیای علم پر هیجان خواهد بود. نه تنها اکتشافات و دستاوردهای تازه‌ای در راه است که سالگرد بعضی از مهمترین رویدادهای علمی و فضایی هم جشن گرفته خواهد شد. نعیمه اینامجو، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من از شما خداحافظی میکنم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.